خوشبینی دهقین تخار از افزایش حاصلات لیمو. لیمو شیرین است، لیمو ترش است، لیمو. شماری از باغداران که در ولسوالی دشت قلعه تخار در بخش پرورش درختان لیمو و املوک پیشکسوت هستند میگویند امسال نسبت به سالهای گذشته حاصلات لیمو و املوک در این ولسوالی افزایش یافته است. خوب است نسبت به سالهای دیگر، خیلی خوب است امسال. املوک لیمو خوب است، به خارج هم ببریم میشه. ما خود خارج تا بال انتقال دادم شهر بازار زیاد میبریم. لیمو خرد است، پاکستانی از او آوردیم. ایرانی هم داریم، قلمچش از ایران آوردیم. دیگر لیمو شیرین پاکستانی هم داریم، برام قلمچش از پاکستان آوردیم. این باغداران در حالی که ریاست زراعت تخار را در پیوان به حمایت دهقین دشت قلعه به بی‌توجهی متهم میکنند، اما تاکید دارند دشت قلعه تخار با داشتن زمین‌های حاصلخیز و آب و هوای مناسب خوبترین بستر برای احداث باغ‌های لیمو، املوک و خرما است. پرورش لیمو، املوک، خرما نسبت به تمام درخت‌های دیگر بسیار پرحاصل است و بسیار پرمنفعت است، اما متاسفانه بازار بیرونی نداره و ما فقط در مارکت های کوچک در اون محله خود این را به فروش میرسانیم. ریاست زراعت تخار هم از تلاش هایش برای جلب توجه نهادهای کمک کننده در بخش ترویج باغداری در دشت قلعه خبر می دهد. در صددی عزیزیم که اگر دهقان ها بخیر بتانند که همین درخواست های خودم برای ما بیارن، ما درخواست هایشون را مجموعه کنیم و توحید کنیم و وزارت زراعت روان بکنیم که جز یکی از پروژه های ما در اینجا باشم. با گفته باغداران دشت قلعه، فروشات محصولات لیمو در داخل کشور برایشان چندان سودی نمی رساند و آنان از حکومت می خواهند تا زمینه صادرات لیمو را به بیرون از کشور برای آنان مساعد سازد.